ایران با قدمت چندین هزار ساله خود مفاخری را در طول تاریخ به خود دیده که نام آنها فقط محدود به این مرز و بوم نمی شود. اشخاصی که در سراسر جهان مشهورند و از آنها به نیکی یاد می شود. یکی از شناخته شده ترین آثار ایرانی که در خارج از کشور به نمایش گذاشته شده، ساختمان مجسمه‌ای به شکل چهار طاقی است که در آن تندیس چهار تن از برجسته ترین دانشمندان ایرانی ساخته شده است. عمر خیام، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و ابن سینا دانشمندانی هستند که در این تندیس قرار دارند. این چهار طاقی در سال 1388 از ایران به دفتر سازمان ملل متحد فرستاده شد. ساختمان پست برلین در سال 1881 ساخته شد و در زمان خود به عنوان یکی از اصلی ترین ساختمان‌های دولتی آلمان شناخته می‌شد. در نمای بیرونی این ساختمان، سردیس 26 شخصیت جهانی که در شکلگیری صنعت پست دخالت داشتند نصب شده است. سردیس نفر اول به عنوان بنیانگذار پست در جهان متعلق به داریوش هخامنشی است. همزمان با جشن 241مین سالگرد استقلال آمریکا، از تندیس منشور کوروش در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا رونمایی شد. این تندیس از سوی یک بنیاد ایرانی آمریکایی ساخته شد و نمادی از مجسمه آزادی در سواحل آمریکا می باشد. برای ساخت آن نیز بیش از 2.5 میلیون دلار از 50 ملیت مختلف جهان جمع آوری شده بود. در سال 1958 مجسمه فردوسی ساخته ابوالحسن صدیقی طی مراسمی در یکی از میدان‌های روم نصب شد. این هنرمند پیش از این هم مجسمه میدان فردوسی تهران و مقبره فردوسی را در شهر توس ساخته بود. تندیس فردوسی 185 سانتی متر ارتفاع دارد و از مرمر سفید ساخته شده است. در پارک گوته وایمار آلمان، یادبودی از حافظ و گوته، دو شاعر بزرگ تاریخ بنا شده است. این یادبود شامل دو کرسی مرمرین می شود که تلویحی بر جایگاه گوته و حافظ است. همچنین بخشی از اشعار حافظ نیز به زبان فارسی در لوحه فلزی این یادبود حکاکی شده است. روابط دیپلماتیک ایران و کشورهای آمریکای لاتین قدمتی بالغ بر یک قرن دارد و یکی از اصلی ترین این کشورها آرژانتین است. در سال 1344 خورشیدی در منطقه پالرمو شهر بوینس آیرس، اثری به شکل ستونهای تخت جمشید که به دست ایرانیان ساخته شده بود قرار گرفت. از آن زمان تا کنون این میدان با نام میدان ایران شناخته می شود. خیام نیشابوری فیلسوف، شاعر، ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی بود که محبوبیت او تنها به کشور مادریش ختم نشد. یکی دیگر از کشورهایی که مردمانش علاقه بسیاری به خیام دارند، روسیه است. تندیس خیام در شهر آستراخان روسیه در سال 1395 رونمایی شد. مشاهیر ایرانی در تاجیکستان از محبوبیت بی حد و اندازه‌ای برخوردارند. تاجیکستان کوروش را بنیانگذار کشور خود می‌داند و مثل ایرانیان از او تمجید می‌کند. به غیر از کوروش که نام پارکی زیبا در شهر دوشنبه تاجیکستان است، تندیسی از او در کنار آرش کمانگیر در ورودی موزه ملی این کشور ساخته شده است. تماشای تندیس بزرگان تاریخ ایران در کشورهای خارجی میتواند باعث غرور ملی شود، اما نه همیشه. متاسفانه طی دهه‌های اخیر شاهد تغییر هویت مشاهیر ایرانی به دست دیگر کشورها بوده ایم. یکی از این موارد تندیس ابن سینا در ترکیه است که به عنوان فیلسوف و دانشمند ترک معرفی شده است.
مسلماً تاریخ و شواهد بسیاری ایرانی بودن ابن سینا را ثابت می کند. طی مراسمی در سال 1395 از مجسمه خیام نیشابوری ساخته حسین فخیمی در دانشگاه اوکلاهاما پرده برداری شد. این اقدام بی سابقه با حمایت دولت مردان ایرانی در آمریکا انجام شده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.